رفت مومنو زمینی کنه، عبدالکریمو گرفت، عبدالکریمو گرفت، یه دونه تک دنه. خیلی زیبا. مسابقه جدید عبدالکریم بدخشی در مقابل آیت الله مومنوف از تاجیکستان. آره. یه فایت خفن براتون آوردیم. دلمون برای بدخشی تنگ شده بود از اونجایی که خودش فایتی نداشت، برادرش یک فایت جدید داره، ببینیم چه جوریه. خب همینجوری دارم معک میزنم هم دیگه رو. یه لوکی از سمت آیت الله از تاجیکستانی، کشور برادر افغانستان و ایران. چه سازمان خفنی هم هست. قبلش بی بریف باید میکرد عبدالکریم مایت زدن. البته بعضی هم میگن برادرش نیست. نه بعضی ها اشتباه کردن. جدی؟ چون برادره خونه یه دونه فرانت، یه فرانت دیگه شیکا میاد همه جوری چپ و راست، هنو پانچ نیومده. بیا اینم گفت یه پانچ، یه پانچ از عبدالکریم، یه فرانت. همینجوری دارن چپ و راست میکنن. یلو عبدالعظیم که اصلا نام‌آور مرد ناکوفی افغانستانه، با احتیاط هم داره عمل میکنه. یلو اوورهند زیبا و یه جا خالی خوشگل. نورالدینوف مومنو، ببخشید نور، همش مومنو، مومن هم نور داره دیگه. آره هر دوتا فایتر هم خیلی دارن با احتیاط عمل میکنن. در حال رقص پا رفتن داورم با احتیاط منتظر ببینه چه اتفاق داری. اوه یکی گفت از اون بیز بشه که نشد، اجازه نداد. تاج کسانی خوشتیب، چه خوشتیب هم هست. ببین اوه یه خیلی سوسکی میزنه. ببین حریف تاجیکستانی تا اینجا نشون داده که بیشتر استرایکر و بیشتر دوست داره که حمله کنه بره به جلو. آره. یه فرانت. چه خفن، انقدر سریع اتفاق میفته نمیتونی تشخیص بدی. کیک از سمت مومنوف و پانچو از سمت عبدالکریم بدخشی. او یا های کیک، یعنی های کیک مزخرف میشه بگی نچسبید، کنترل خودش از دست داد برای این های کیک. او یه کیک تو شکم، چه خوشگل. 50-50 تا الان. تا اینجا یک های فایت کسل کننده ای بوده و اونقدرها حرفه ای نبوده. شویس موزیک چیه؟ چوکسلم؟ نه چوکسلم. یه لوکی از طرف حرف تاجیکستانی. اوه پانچ های خفنه و انگار تخصصش تو لفت هنده کلن عبدالکریم. این لفتش بیشتر کار میکنه احساس میکنم. ببینی؟ بارای تیزر گول میزنه ولی با لفت میره. خب یه فایت کسل کننده داریم بچه ها، برید تو هم دیگه یه زمینی بکنیم این چطوریه. بله تا گفتم رفت مومنو زمینی کنه، عبدالکریمو گرفت، عبدالکریمو گرفت، یه دونه تک دنه. خیلی زیبا بود تک دنش. میخواد بره که یه ساب میشن بیاد، میخواد بیارتش، نمیتونه. ببینیم پارو اونجا یه حالت سپر تو کمر نیزد داده. این حرکت کن. اوه یکی دیگه این حرکت فکر کنم چیه، یکی دیگه کمر نباید بزنه. اعتراض کرد. آره پشت عبدالکریم به داور و داور جوابی نداد، گفت اوکیه. تو باس داره میزنه ولی خب یه گارد نیمه کاره گرفته از پشت. آره ببین سری باید تو سری با دستش خودشو داره آزاد میکنه، در میاد تونست و بلند شد، بلند شد ولی دوباره ببینیم میتونه سری پانچ. ببینیم عبدالکریم میتونه تک کنترل بدخشی در دست بگیره یا نه. پانچ از فرصت داره استفاده میکنه، پانچ میزنه توی صورت عبدالکریم بدخش. عبدالکریم پا شد، یه پوزیشن خیلی بدی بود، افخوش هم داشت نیم میخوند. واقعا اینجا حریف تاجیکستانی نشون داده که زمینی خیلی قدره. اوه یه نیم اومد بزنه. اوه یه دونه شولدر اومد، یه شولدر دیگه. حریف خیلی حرفه ای آجی، چه امتیازهایی داره میگیره. این داره از تمام نقاط بدنش برای امتیاز استفاده میکنه. ببین شولدر 10 تا شولدر زد، فرصت طلبیه. عبدالکریم بودو چیکار میکنی داداش؟ از اینجا داری 10 تا پا. اوه یعنی هم زد پر اوبهت. تلافی این اول رانده که اتفاق نیفتاده دارن تو این دقایق و ثانیه آخر در میارن با شولدر. چقدر شبیه هم هستن میدونی؟
نه چون دوتاشون از بدخشان نزدیکن دیگه، تاجیکستان و بدخشان. اصلا شبیه نیستن. نه شبیه اونجوری برادرانه. نه واقعا راند یک تموم شد، بریم راند دو مستقیم. راند دو ببینیم به چه صورته. راند دو یکم استراکی تر شروع میشه، پر انرژی تر. راند یکم میشه بگیم مومنو داداش گرفت دست خودش، اعتماد به نفس بالایی گرفته مومنو. حرف تاجیکستانی واه، یه نی میزنه و دوباره یه دونه تیک داون نیمه کاره، یعنی نی رو گرفت از زمین دادش عبدالکریم. خب اینجا اونقدر تک نکنم کاری بر بیاد از دست حرف تاجیکستانی، مگر اینکه او چی شد داره چی میشه داره رول میکنه. خب عبدالکریم هم گرفته، عبدالکریم کمر رو گرفته که این رول نکنه نتابه. عبدالکریم در میاد، عبدالکریم هولش بده. میشه بگیم عبدالکریم تا اینجا کار بیشتر مدافع بوده تا آره مهاجم. مهاجم Let's go big bro، شروعی دوباره یه دونه کیک. عبدالکریم هنوز خودش نشون نداده، برعکس عبدالعظیم که مرد ناکوتیه تا الان فکر کنه کارو تموم کرده، سری میرفت دل روده کار. دوباره میخواد بیاره زمینی کنه، به نظرم فایتر تاجیکستانی میدونه که تو زمینی بهتر میتونه عمل کنه، میخواد زور خودشو بزنه. دوباره جدا میشه، دوباره آزاد شد، هیچ حرکت جالبی تا حالا نزده. کریم متاسفم ما رو به وجه نمیاد. چند تا پنج رد و بدل شد اینجا هم که پلی باتن استریم خورد دوباره بود. خیلی رقص قشنگی داره، میبینی قشنگ میگردونه این منوار میکنه. واو یه نیزد اومد، یه بک فیست هم بیاد که موفق نشد. نشد عبدالکریم، لیتس گو برو. یه پانچ خفن بزن. این کیکا توی شکم یه هم میبینی یکیش میخوره بد هم میخوره وقت که بیه بیه بد هم کیک پانچ میزنه عبدالکریم. یه نیه محکم جوابشو داد، اجازه نداد که بیش از حد کنترل مومنو بود دست بگیر. یه فرانتی که جاخاری داد رو شد، عبدالکریم میره داخل کارا میره الان حمله کنه، منصرف نمیدونم منصرف بشه میونه ای را. یه فایتر با احتیاطی یعنی همین الان دوباره عمل میکنه. یه های کیک زیبا است، های کیک هم خورد ولی نمیدونم چطور شد یه جت با من افتاد. عبدالکریم خیلی وقت فایت نداشته. یه اوورهند یا پر اومد. وای آجی راند داره تموم میشه، هایلایت های کل بازی این کنم راند سه رفته دیگه. چه پانچه خفنی. یه پانچه کاری زد، اومد که بره کار رو تموم کنه ولی نتونست. مومن تا اینجا یک کار صد در سال هر بیتاجی که سوینی خیلی بهتر هم هر که نه بذاره به امتیاز یاپر همینجور داره به اعتماد به نفسش زیاد میشه. آره اضافه میشه. فایت اسلو موشنی شده تو سبک خودش از این فایت های نیمه جونه. یه لوکی جاب ما یه فراند نی سری شو یه اتفاقی میفته اتفاق سری شو پشت سر هم دارم اوور میزنم به هم دیگه. یه های کیک زیبا از عبدالکریم، یه اوورهند، یه اوورهند که هیچ کدومش به ضربه نخورد. میره که دوباره تک داون کنه، تک داون شد متاسفانه. دوباره پاشه یه نیزه. آقا راند دو هم که میشه بگیم یه جوری کاملا دست حرف تاجیکستانی بود. راند دو هم اینجوری بده، بریم ببینیم راند سه قراره چی کار بکنه.
خب دیگه مثل اینکه قراره همون پلنی که توی یک و دو داشتن هم پیش ببرن، ولی این ورزش ورزشی که غیر قابل پیش بینیه، یعنی هر از گاهی ممکنه یهو میبینی عبدالکریم تیک داون چیز میکنه، ناک اوت میکنه. این چه حرکتی بود زد اینجوری زد؟ دست به پا میشه. تا حالا تیک داون نکرده اصلا؟ نه نه تو تاجیکستانی رو نه نتونسته تا حالا، شاید هم تو هایلایت ها بود ندیدیم ما، یعنی ندیدیم مسابقه اصلی 100 درصد اگه این کارو میکرده توی هایلایت هم میدیدیم، همینجا مینوشت دیگه اگه بود موقع مینوشت. خب عبدالکریم کنم بیشتر معلومه که خسته شده تا نسبت به مومن او. عبدالکریم let's go bro. اوه آجی جفتشون هم جاخالی میدن دامنی، اصلا انگاه حساب کتاب شده میدونن که اول این میزنه بعد اون میزنه بعد جفت با هم جاخالی میدن. بکیک، یه بکیک زیبا، یه سری و زیبایی، ولی اگه میخورد که به ثمره نشست خیلی بد میشد. جامعه نتیجه رو به تن نپوشید. آی دوباره پا رو گرفت، آماده باشید برای یه تیک داون دیگه. خودش بود به سمت که مومنو حرف تاجیکستانی نه موفق نشد، همچنان به چند تا پانچ بزن، الگو بزن، خودش رو بلند کنه. این دفعه موفق شد، موفق شد عبدالکریم داداش. چرا داری اینجوری عمل میکنی؟ عبدالکریم به معنای واقعی تا اینجای کار ضعیف عمل کرده. فایترهای تاجیکستانی به جوری هم سمت روسی هم دیگه تمرین قوی میکنن، به نظرم کلن چیزهای بهتری در اختیارشونه. حتی عبدالکریم از افغانستان خارج شده 100%، باید بیشتر تمرین کرد برای همچون مسابقه. اوه یعنی یه دوباره این شولدرهای خوشگل مومنه با باید بگیره. اوه اومد تک دن کنه نتونست. دو حریف دارن تقلا میکنن، از بر اون دستو گرفت از بر این دستو گرفته، الان پا رو گرفته. یه چند تا الوا بزن، یه چند تا پانچ بزن، نمیدونم عبدالکریم چرا هیچ کاری نمیکنه، یه جا قفل میشه و وای میسه. خب اینه باک هاییه که باید برطرف کنه، فایت هایی که انجام میده خود 100% ضبط میشه. این بدن ورزیده ای داره، نقاط ضعف خودشو تبدیل به نقاط قوت کنه، نقاط قوت خودشو ارتقا بده بیشتر کنه که بتونه توی فایت های بعدی بهتر بدرخشه مثل برادرش. یه پانچ میزنه، این پا رو خوب میگیره و عبدالکریم خودش اینجوری لنگ لنگ زنا میبره به سمت، الان داره چند تا پانچ میزنه. ولی همچنان یک فایتر موفقیه که تونسته توی این سازمان بیاد فایت انجام بده. دمش گرم. دوباره به گوشه کش، تقریبا تمام راند سه و متاسفانه اگه تو این تایم کوتاه اتفاق نیفته بازی به نفع حریف تاجیکستانی کشور برادر افغانستان و ایران تموم میشه و هیچ جای نگرانی و ناراحتی هم نیست. فایت خفنی بود، فایت خفنی بود، سه راند جذاب، نقاط مثبت بالایی هم داره عبدالکریم. یکیش مثلا سرعت زیاده، یکیش احتیاط زیاده، سریع خوب میتونه جاخالی بده. یه نیزد که محکم کار تموم کرد دیگه. نه یعنی من تا اینجای کار دیگه از بقیهش احتیاج ندارم نگاه کنم. آره دیگه تموم شد، 50 ثانیه دیگه تمام. عبدالکریم داره تلاشه خودشو میکنه که کارو نذاره به داستان امتیاز داورا، رای داورا برسه. هیچ تک داونی ازش نداشتیم، الان تک داون کوچولو داشتیم، یه داون نیمه کاره، یلو کتف از من لاک کرده. مومنوف پانچ داره میزن، ابرو کریم تو سر و تو همه چی، فیلان داره لایک هم نشون میده که اتفاق نیفته دواری و بازی تمام کنه. 15 ثانیه مونده به پایان بازی آقا، تمام دیگه، تمام. دو عبدالکریم هم داره تلاش میکنه دست رو در بیاره چند تا پانچ بزنه، یه دونه هم زد و تمام شد و رفت اون بالا. چیکار کرد؟ چرا رفتی بالا داداش؟ چرا رفت بالا؟ جفتشون رفتن بالا دیگه. حالا خب جفتشون اینجوریه دیگه، تو داغی نمیفهمی دیگه که چه اتفاقی افتاده. اونجا داوره بیرون نگاه کردن،
اونایی که آنالیز کردن بیرون نگاه کردن و نمیدونی که الان طرف خودش متوجه نمیشه آره که واقعا خیلی نسبت به حریف مقابل ضعیف‌تر عمل کردی، ولی خب مهم نیستیه، مهم اینه که دمشون گرم، جوانمردی رو میبینی، فایتر تاجیکستان، فایتر افغانستان، اصلا انگار نه انگار این پرچما فقط داستانو جدا کرده. ما هم یکی هستیم، گریه های مومنو با میبینیم و بله همونطور که گفتیم برنده این فایت زیبا مومنو، واقعا حقش بود، بهش میرسید، فایت خفنی داشت. میره بغل میکنه عبدالکریم، داداش نگران نباش عبدالکریم، دستم میاره بالا، انشالله تو فایت های بعدی تو ذاته میگیری چی میگه؟ آره دیگه، نه تمرین یه حس نزدیکی بین کشور برادر آره. چیزی که مثلا از قدیم یکی بوده هست. آره دیگه اینم وجود داره. میگی چی میگم؟ چرا مثلا وقتی یه آمریکایی میبینی اینجوری نیستی؟ خب اونا دیگه خیلی دورن. فرهنگشون هم دورتره. فرهنگ این سه تا کشور خیلی نزدیکتره، ایران و افغانستان. چون اونجا اصلا چیز مشابهی نبوده از گذشته. زبانشون هم یه جورایی میشه بگیم حالا تاجیکستانی خیلی یه جورایی سخت‌تره به نظر من. آره فارسیه، فهمیدنش روسیه. بازم میشه بفهمی، ولی خب ولی همچنان نقاط مشترک از لحاظ ظاهری از همه لحاظ هست، حتی از لحاظ پرچم. دقیقاً. مثلا اینو برعکسش کنی میشه پرچم ایران دیگه. آره دیگه پرچم کلا همه اینا یه چیزی شده که ما رو جدا بکنه، ولی در کل همه ما توی نقطه به یک بند دیگه وصل میشیم و یکی هستیم. و این بود از این فایت زیبا. شما هم نظرتون راجع به فایت هر دو فایت برام تو کامنت ها بنویسید و برین این فایت عبدالعظیم بدخشی هم ببینید که ببینید چه قوقایی کرد اونجا. میبینید.